تاپیکی بود که اسمش از چرا why bad thing happens to good people، چرا اتفاقای بد پیش میاد برای آدمای خوب، یا حتی میتونیم برعکسش بگیم چرا اتفاقای خوب پیش میاد برای آدمای بد. یه نفر میبینیم که به نظر میاد آدم خوبی نیست ولی به نظر میاد که همه چی داره، یه نفر آدم بسیار خوبی میبینیم که خیلی واسهش چیزای بد پیش میاد. امیدوارم که بهش برسم، ولی قبل از اینکه اونو صحبت بکنم، چون یک زمانی هستیم که مهمه وقتی که من بدونم که انرژی که وجود داره در هفته، در ماه آینده سر راه هم هست، اگر بدونم چه انرژی هست خیلی بهتر میتونم باهاش رفتار کنم. هر چقدر که خواستم فقط این کانسپت why bad thing happens to good people رو براتون کاور کنم، نتونستم از چند تا کانسپت بسیار بسیار مهم که وجود داره در انرژی که این هفته هست باهاتون شیر میکنم، و امید خدا بعد میریم سر این. امیدوارم که هر دوش به هم رفت داشته باشم. روز پنجشنبه و جمعه اول ماه آدار هست، ماه پایسیس. آدار میدونیم که ماهد پوریم درش هست، ماهدی که ما ایرانی ها همه با هم به وجود آوردیم نزدیک به 2500 سال پیش. و جمله ای هست که میگن وقتی که ماه آدار میاد سیمخا و شادی زیاد میشه، دنیا رو میگیره. و بعد میدونیم که پوریم، کانسپت پوریم یعنی کانسپتی که ما در حقیقت عمالک رو شکست دادیم، اون متافوری که مشخص کننده دوت و انسرتنتی هست ریموف کردیم. یعنی ماهی که در پیش داریم نه تنها ماه بسیار بسیار پازیتیویه، ماهی هست که شادی با خودش میاره، ماهی هست که من قراره 14 این ماه که پوریم هست برسم به آلتیمت لول سرتنتی، و مخصوصا برای ماه ایرانی ها معنی و مفهوم دیگری داره. و جالبه که پارشاهایی که خونده میشه تا میرسیم به ماه آدار، و پارشاهایی که هفته پیش خوندیم، در حقیقت 10 پیش خوندیم که پارشای یترو بود که درش 10 فرمان رو خوندیم، و بعد پارشایی که همین شبات گذشته خوندیم میشپاتیم، ادامه داستان 10 فرمانه و رازهایی که درش هست. و چون شنبه نرسیدم که راجع به خیلی اسپکت های این پارشا با همه شیر کنم، اجازه بدید که یه مقدار از وقت کلاس رو بگیرم. چند تا نکته بسیار بسیار زیبا وجود داره و دلم میخواد با هاتون شیر کنم. میدونیم 10 فرمان که داستان 10 فرمان که پیش میاد، که همه پای کوه سینا بودیم 10 فرمان رو دریافت کردیم، که یاد میگیریم در حقیقت 10 سفیروت رو دریافت کردیم، 10 انرژی کانشستنس مختلف رو دریافت کردیم که به صورت قرائت بود خدا پرونانس کرد. و باز میدونیم که در حقیقت خدا به عبارتی فقط فرمان اول رو اناونس کرد. بعضی از مقوبالیم عقیده دارن که فقط خدا 2 فرمان اول رو قرائت کرد و بقیهش رو ما تحمل نتونستیم بکنیم، پایین کوه گفتیم this is too much، از موشه خواستیم که اون 8 فرمان بعدی رو برامون بخونه. 2 فرمان هست تو این 10 فرمان که دلم میخواد راجبش دوئل کنیم امشب. و بعد اجازه میده قبل از که به اون برسیم، میبینیم که درست بعد از پارشای یترو، بعد از پارشای 10 فرمان، راجب بردگی، یه دفعه پارشای مشباتیم راجع به بردگی صحبت میکنه. میگه اگر یک نفر برده بود، یک نفر فقیر بود، دزد بود و دزدی کرد از یک کسی و نتونست این دزدی رو برگردونه، مدت 7 سال برده اون شخص خواهد بود و باید 7 سال براش کار کنه که پیبک کنه. یعنی چی برده؟ کی برده است؟ Who's slave? What is slavery? ما که خیال میکردیم slavery تا 100 سال پیش بود، انقلابی هم شد و دیگه slavery از بین رفت. چرا خدا هنوز و تورا هنوز راجع به slave بودن و concept slave برده صحبت میکنه؟ برده کیه؟
آیا من و شما برده ایم؟ اگر برده ایم، برده چی هستیم؟ و چرا خدا بعد از 10 فرمان میاد یه دفعه راجع به بردگی صحبت میکنه؟ تمام قانونهایی که در مقابل بردگی وجود داره. و بعد 10 فرمان، اولین فرمان اولش خدا میگه انوخی هشم الوکخا، یعنی این که من خدای تو هستم. I am your God. و apparently according to a lot of Kabbalists that's all خدا said. فقط همینو خدا گفت. بقیه رو موشه announce کرد. خدا به موشه گفت، موشه هم به ما گفت. به نظر میاد که خدا فقط به ما یک فرمان داد. من خدای تو هستم. و همین کافیه. و همین برای همه ما کافیه. اگه ما عمق سیکرت این جمله رو که خدا اناونس کرده درک بکنیم، we don't need anything else. به هیچ چیز دیگه احتیاج نداریم در دنیا. نه تنها به اون 9 فرمان بعد کاری نداریم، به هیچ کس و هیچ چیز دیگه‌ای احتیاج نداریم و برده و برده هیچ چیز دیگه‌ای نخواهیم شد. که من هستم خدای تو. من اگر بیلیف داشته باشم، من اگر کانکشنی داشته باشم که خدایی هست و این خدای منه و این خدا همه چی برای من پروواید میکنه، تمام بلسینگی که لازم دارم، تمام سلامتی که لازم دارم، تمام آرامشی که لازم دارم، من دیگه به هیچ کس دیگه‌ای احتیاج ندارم. هیچ چیز دیگری کاز زندگی من نیست. یعنی اگه هنوز من به دکتر احتیاج دارم، نه اینکه دکتر منو خوب میکنه، خدا هست که منو خوب میکنه، دکتر فقط یه چنله. اگر من احتیاج دارم از بانک یک لونی بگیرم، بانک is not the cause of my blessing. بانک یک چنلیه، خدا هست که از طریق نور خودش باعث میشه که من پول به دستم برسه. اگه من به هر دلیلی هر چیزی که لازم دارم، هر برخایی که تو زندگیم لازم دارم، هر اسیستنتی که لازم دارم، اگر بدونم که سورس تمام بلسینگ ها، تمام برخه ها، تمام گرفتاری های من، راه حل همه گرفتاری من، تمام درد همه درمون تمام دردهای من از طرف خدا میاد، من برده هیچ چیز دیگری نیستم. من به هیچ کس دیگری احتیاج ندارم. هیچ کس دیگری قادر نیست نه برای من برخای بیاره، نه هیچ کس دیگری قادر هست که برخای زندگی منو بگیره. من و شما چرا درست کانسپت بردگی رو بعد از 10 فرمان خدا بیاره به ما میده؟ به خاطر که ما برده میشیم وقتی که کانکشنمون با خدا نیست. وقتی که من خیال میکنم آه من این معامله رو کردم که واسم بلسینگ اومد، طرف بود که زندگی منو خوب کرد، یا خدا نکرده طرف بود که زندگی منو خراب کرد. وقتی که خدا رو نمیبینم و کانال ها رو میبینم، چنل ها رو میبینم، وسیله ها رو میبینم و بعد برده وسیله ها میشم، دیگه اینفلوئنس خدا رو نمیبینم. من اگر بدونم که خدا همیشه با من هست، که هست، همیشه با من هست، در هر لحظه ای با من هست،
من نه ترس دارم، نه وحشت دارم، نه انسرتنتی دارم، نه شک دارم، نه می ترسم، نه نگران میشم، نه دلهوره پیدا میکنم، نه می دزدم، نه دروغ میگم، نه قتل میکنم، نه لشانواره میگم، نه لشانواره میفهمم. یعنی فرمون اول خدا کتر، اولین سفیرایی که دریافت کردیم، اولین نوری که دریافت کردیم، میبینیم که همه چیز منشعب میشه از کتر، منشعب میشه از اون انرژی که بهش میگیم انرژی یود کی واف کی، چهار حرف خدا. و وقتی که من سرتنتی داشته باشم، واقف باشم، کنک کنم خودمو به وجود خدا، اون وقت هست که هیچ چیزی نمیتونه من اذیت کنه، هیچ چیزی نمیتونه، هیچ کسی دیگری نه تقصیرکاره، نه مسئوله، نه پرووایدره. و وقتی که میخوایم تورا رو باز کنیم روزای شنبه، در اخال رو باز کنیم، تورا رو ببینیم، یک دعایی میخونیم از زهر، ربی شمعون بر یوحای. اگه ترجمه انگلیسی شنیده باشید یا ترجمه فارسی شنیده باشید، میبینید ربی شمعون بر یوحای میگه تمام امید من تویی خدا، نه امید من به پیغمبرای توه، نه امید من حتی به کتابهای توه، امید من فقط به توه. ما وقتی سلیف میشیم، وقتی برده میشیم که این کانکشنه رو به نسبت به خدا عصف شالوم از دست میدیم. وقتی که کانکشنه نباشه دیگه تمام این متاسفانه گرفتاری ها و آشغال ها با خودش میاره، بردگی رو با خودش میاره. ما یاد میگیریم که روزهای روششونا اگر کانکت بکنیم به انرژی روششونا، من تمام بلسینگی که در طول سال قراره به هم برسه روز روششونا مشخص میشه. روز روششونا مشخص میشه که شما امسال $1,000,000 سرمایه بهتون میرسه. هیچ کسی، هیچ شخصی، هیچ سازمانی توی تلمود میگه اگه تمام مردم دنیا، اگه تمام مردم دنیا بیان یکی $1 از این $1,000,000 بردارن، خدا میاد $1 رو میذاره سر جاش. هیچ کس نمیتونه، هیچ وقت نمیتونید بگید که فلانی برای من زد پول منو خورد. It doesn't happen like that. فلانی برای من نخواست، نشد. تقصیر شریکم بود، تقصیر کازینم بود، تقصیر برادرم بود، تقصیر این بود، معامله به خم خورد، من همه چیم از دست دادم، قرار بود $1,000,000 گیرم بیاد، همش از رفت به خاطر این. No, there is no such a thing. من اگر قراره امسال $1,000,000 به هم برسه، تنها کسی که ممکنه نرسیدن این $1,000,000 رو به من برسونه خود من، نه کسی دیگری. من هستم که خدایی نکرده جلوی رسیدن این $1,000,000 رو برای خودم گرفتم. نه کسی برای من این $1,000,000 رو میاره، نه کسی میتونه جلوی $1,000,000 منو بگیره. گفتم تمام بلسینگ ها مشخص میشه روش شده. یعنی اگر قرار من ازدواج نکردم، ازدواج کنم امسال، روز روششونا مشخص شده که من امسال ازدواج میکنم، اگر هر کسی بیاد پشت سر من حرف بزنه، من به یارم میرسم. هیچ کس نمیتونه جلوی قسمت کسی رو بگیره، هیچ کس هم نمیتونه قسمت کسی رو بیاره. اینکه او اینا به هم عروسی کردم، من به این گفتم بره اینو بگیره، من زبون خوب گذاشتم یا خدای نکرده من زبون بد گذاشتم، doesn't exist. هیچ کسی، نه قسمت کسی رو جلو کسی میتونه بگیره، نه میتونه قسمت ساز باشه. مزاله از طرف خدا میاد، تو دست من هست البته که روش کار بکنم، ازدواج کنم،
یا بچه دارشم. یعنی اگر من قراره امسال بچه گیرم بیاد، هیچ چیزی جلو اومدن بچه رو نمیتونه بگیره غیر از خود من. هیچ دکتری نمیتونه بهتر بکنه یا بدتر کنه. It's up to me and God. منظورت اینه که این بستگی به خواسته ما داره. خواسته من داره و کاری که رو براش میکنم. یعنی ما باید بخوایم که من باید بخوام ما بخوایم که خدا برامون برسونه. دقیقاً. خدا قراره برای من برسونه. خدا میگه که تو احتیاج، من امسال میخوام به تو 1,000,000 دلار پول بدم. مثال سیمپل میزنم. خب من باید دارم کار بکنم که 1,000,000 دلار رو در بیارم و در میارم، برام میاد. برام میاد. لحظه‌ای که شروع کردم به کار، ناخودآگاه معامله پیش میاد، بیزینسی پیش میاد، یه اتفاقی پیش میاد که این پول برای من میاد. من باید حرکت رو بکنم، نه اینکه برم بشینم بگم خب دیگه خدا میرسونه خودش. It doesn't work. پوینتی که دارم میگم اینه که هیچ کس نمیتونه جلوی این 1,000,000 دلاری که قراره به من برسه برسه. حتی توی تلمود یک مثال خیلی بامزه میزنه. میگه اگر اومدیم یک آقای A وجود داشت و یک آقای B. آقای A قرار بود امسال 100,000 دلار بهش برسه. آقای B قرار بود 150,000 دلار بهش برسه. اگه این آقای A گفت چرا حق من 100 تاست، حق این 150 تاست، من برم 50 تا از این بدزدم، بره 50 تا رو از این بدزده، خدا 50 تای اون بابا رو بهش برمیگردونه و این 50 تایی که شماره اول آقای A دزدیده یه دفعه میبینید رفت. استاک خرید رفت، بیلدینگ خرید رفت، خدای نکرده یه اتفاقی افتاد رفت. هیچ جمله‌ای که میگه ندزد، دزدی نکن، لو تگنوف به معنی اینه که نه تنها به معنی میگه که ندزد، میگه حتی نمیتونی دزدی کنی. You can't steal. اصلا امکان نداره شما بتونید، شما که نه، کسی بتونه دزدی کنه. It doesn't work. نمیتونید بگید او طرف از من یه امپلوی داشتم، از من 100,000 دلار دزدی. نه عزیزم، نه اون 100,000 دلاری گیرش اومده، یا نه اگر 100,000 دلار از تو رفته که نباید میرفته، جاش پر میشه برات. یعنی اگه قرار نباشه من این 100,000 دلار رو از دست بدم، حتی اگر امپلوی من 100,000 دلار از من دزدیده باشه، یه دفعه میبینید که اینشورنس جاشو پر کرد یا از یه جای دیگه این پوله اومد. اصلا نمیتونیم بدزدیم. It doesn't work. برمیگردم به چی؟ برمیگردیم به این که there is no way که کسی بتونه دخالت بکنه توی سرنوشتتون. The finger goes here. یه سوال دارم. من مسئول وضعیت خودمم. من مسئولیت وضعیت خودم. من هستم که 1,000,000 دلار رو به وجود آوردم. من هستم که 1,000,000 دلار رو از دست، خدای نکرده، دادم. من هستم که یک رابطه خوبی برای خودم به وجود آوردم، یا من هستم که این رابطه رو خراب کردم. Has nothing to do with anybody else. نه هیچ کس میتونه با گاسیپ ریلیشنشیپ منو خراب کنه. نه هیچ کسی میتونه با لاشون هارا زندگی منو خراب کنه. That's very powerful. That's very powerful. یعنی اگر خدای نکرده احساس کردید that you are a victim of لاشون هارا، there's no such a thing. این لاشون هارا بهتون نمیرسه مگر اینکه من خودم وانربل باشم، خودم رو اذیت بکنم که کسی لاشون هارا گفته، وگرنه انرژیش به من نمیرسه. حتی برای من بلسینگ هم میاد. اگه یادتون باشه داستان بلک و بیلعام که میخوان بنی اسرائیل رو خدای نکرده کرس بکنن، از دهن بلک چی میاد بیرون؟ بلسینگ میاد بیرون. نه کسی میتونه برای کسی جادوگری بکنه، نه کسی میتونه خدای نکرده برای کسی نفرین بکنه. There is no such a thing. No such a thing.
میگه من خدای تو هستم. This is it. We receive everything from him. هیچ کس هم نمیتونه جلو برکتشو بگیره. هیچ کس نمیتونه به برکتش صدمه برسونه. مگر که خدای نکرده خود من نکنم اون کاری که باید بکنم. چیز دیگری رو که میخوام باهاتون شیر کنم، It's not new ولی It's very very powerful و باز بستگی داره به پاراشای مشپاتیم که خوندیم و ادامهش توی پاراشای تروما. ما یه کانسپتی رو کانستنتلی میگیم گمزل تووا، right؟ همه چیز خیر، همه چیز خیر. شرطش اینه کی گمزل تووا هست، کی همه چیز خوبه؟ وقتی که من اینو عنوان کنم، باید سر زبون بیارم و باورش داشته باشم. یعنی وقتی که یه نفر پیشید جلو من توی فریوی بگم گمزل تووا، بگم این برام خوبه، باید بگم که برام خوبه، باید اکسپرسش کنم که بگم برام خوبه. زبونه is very powerful. زبونه، ببینید داستانی هست راجع به ربی اکیوا. ربی اکیوا یک عادتی که داشته، همیشه به استیودنتاش میگفته که همیشه هر چی واسه تون پیش میاد بگید خدا فرستاده خیرمه. هر چی واسه تون پیش میاد بگید خدا فرستاده خیرمه. کسی پشت سرتون حرف زده خیرم گفته، پولم خورده خیرم بوده، پولم خورده برام زده خیرم بوده برام زده. باید بگم اینو، باید بگم. ها؟ اگه فکرش کافی نیست. نه فکرش کافی نیست، من باید سر زبون بیارم. درست مثل خوابی که میگن وقتی که خوابی میبینید تا تعبیرش نکنید مثل یه کادوی میمونه که سربسته است. وقتی که یه اتفاقی میفته من باید سر زبون بیارم و بگم یه کاری ما از دست دادم امروز، فایر شدم، right؟ باید بگم خیرمه که فایر شدم، خدا یک شغل بهتری رو برام گذاشته، یک موقعیت دیگری برام گذاشته. داستانی از راجع به ربی اکیوا که ایشون همیشه به استودنتاش کانستنتلی اینو تایید میکرده، هر روز، هر روز که هر اتفاقی افتاد بگید خیر خدا کرده، خیرمه، خیرمه. میگن یه روز ربی اکیوا داشته مسافرت میکرده، داشته میرسیده به یک شهری، نزدیک های شب میشه، رسیده بوده کم کم به دروازه های شهر، دیگه تاریک شده بوده هوا، سعی میکنه که تصمیم میگیره که شب بمونه پشت دروازه های شهر که صبح بشه صبح بره توی شهر. با خودش یه خری داشته، یه مرغی داشته، یه خروسی داشته، یه مرغی داشته و یک شمی، یک فانوسی داشته. شب میاد که رخت خواب بندازه بگیره بخوابه، چون دیگه شب شده بوده، تاریک شده بوده. میاد فانوس رو روشن بکنه، یه بادی میاد فانوس رو خاموش میکنه. شاگرداش هم باهاش میدن، میگه این خیرمونه، خیرمونه، خدا خواسته که این شب ما خاموش. شاگرداش میگن ای بابا اینم یه چوری مثل نادر خونه. یک خری داشته، یک گرگی میاد حمله میکنه خره رو میکشه. شاگرداش میگن حالا ما چجوری فردا بریم، چجوری میتونیم ادامه بدیم مسافرتمون؟ ربی اکیوا میگه اینم خیرمونه، گمزل تو با اینم خیرمونه. یه خروسی داشته، یه ربیتی میاد، یه گرگی میاد، یه چیزی میاد خروسرم میخوره، میگن شام هم دیگه نداریم بخوریم، میگه اینم خیرمونه. میگه every time میگه اینم خیرمونه. صبح که میشه میبینن شب قبل یه سری حمله کردن توی شهر، همه رو کشتن، همه رو نابود کردن. ربی اکیوا میگه ببینید اگه باد نیومده بود، شمع رو خاموش نکرده بود، اینا ما رو پیدا میکردن، ما رو میکشتن. اگه خروسه کشته نشده بود صبح که میشد
گوگولی چیز میکرد، گوگولی گوگو میکرد، اینا ما رو پیدا میکردن، ما رو میکشتن. اگه این خره کشته نشده بود، صدایی با خودش در میآورد، ما رو پیدا میکردن، ما رو میکشتن. همش خیر بوده. حالا چیز جالبی که دلم میخواد امشب باهاتون شیر بکنم که تا حالا این کانسپت رو بحث نکردیم، یکی از کبلیستا، یکی از کبلیستای دوره آری آقاداش اسمش هست یخیدا، میگه که اگر ربی عکیوا نگفته بود که این خیرمونه خدا فرستاده، ممکن بود که تمام این اتفاقا واقعا نگاتیو بوده. You get it? یعنی لحظه ای که من پوزیتیو صحبت میکنم، لحظه ای که من میگم خیرمه، عوض میکنم ریالیتی که وجود داشته. یعنی اگر خدایی نکرده رفت ماشین تصادف کرد، it's a negative accident دیگه، درسته؟ ماشین از بین رفته، کارمون عقب میمونه، حالا برو سر اینشورنس، حالا وکیل بگیر، این همه وکیل تو شهر کیو بگیرم، right؟ درد سره. ولی لحظه ای که بگم this could be a negative things، it could be a negative thing، خدایی نکرده ممکنه مجروح شیم، کی آدم مجروح میگه خیره توش؟ ولی اگر بگم خیرمه، اگر بگم اینم خیر خداست، اینم برام خوبه، اون وقت هست که زبون من ریالیتی رو عوض میکنه، واقعیت رو عوض میکنه، تبدیل میشه به چیزی که خیر. از این شو هست یه منو را خون بیدیم. Here you go. میگن هرچی فکر کنی کریت میکنی. فکر بکنین و بعد سر زبون بیاریم. پوزیتیو صحبت کردن. پوزیتیو صحبت کردن. خدا صحبت کرد و دنیا را آفرید. براو. خدا پوزیتیو هم صحبت کرد. خدا وقتی که خدا میدونیم که وقتی که هفت روز آفرید، شش روز گفت توف. شش روز گفت توف. من ساندی گفت توف. تیوزدی گفت توف. ونزدی گفت توف. کی نگفت توف؟ مانده یا نگفت توف؟ نگفت. چرا؟ چون روز دوم مانده، روز دوم چی به وجود آورد؟ تاریکی هم به وجود آورد. نگفت توف. ولی بقیه رو گفت توف. میدونیم که هر روز غیر از مانده سنگینه، به خاطر همینه که روز دوشنبه تورار هم در میارن میخونن که توف رو اینجکت بکنن توی دنیا. پس نه تنها مهمه که مثبت فکر کنیم که بگم خیرمه، بلکه عوضش بکنیم، بگیم که خیرمه، بگیم که خوبه برامون، تشویق کنیم سیچویشن رو، پازیتیو کنیم سیچویشن رو، و باز بدونیم که اگر من خودم رو کانکت بکنم به نور خدا و اینوست بکنم که هر روز کانکشنم با خدا محکمتر بشه، راسختر شه، ایمان داشته باشم که بدونم این خدای بخشنده مهربان هیچ چیزی نمیخواد برای من غیر از خوبی من. حالا اگر من یک داستانی به مزاج من بر نمیخوره، بدونم که خوبه برام. و وقتی که میگم خوبه برام، هم اتوماتیکلی توی وجودم یک قدرتی پیدا میشه که میتونم چالش رو حلش کنم، دیل کنم باهاش و باعث بشم که اون چالش یا اون اتفاقی که به نظر نگاتیو میاد کمک کنه به رشد من. گاهی اوقات هستش که مثلا توی برنامه یه صحبتی، مثلا برای خود من پیش اومده، یه صحبتی کردم بعد گفتم ای وای چرا اینو گفتم، کاش نگفته بودم، ولی بدون که دلم بخواد شدم گفتم. بعد مثلا خودم هایی خوردم، بعد گفتم تو اینچه اگه اینو نمیگفتم اینطوری نمیشد، اینطوری نمیشد، اینطوری نمیشد. آیا اون گفته یه هم که حتی ناخودآگاه از دهن ما در میاد، اونم یعنی یه چیزی پشتش هست، یعنی خواست خدا هست؟ 100%. اونم قراره که من یک چیزی یاد بگیرم، یک کرکشنی رو انجام بدم. تنها پیشنهادی که
در کبلا یاد میگیریم اینه که من قرار نیست بمونم توی پشیمونیش، خودمو بخورم، خودمو ناراحت بکنم که وای فرزن من به امیر حرف بدی زدم دیشب. خب دل امیر رو شکوندم. امیر حواست با منه؟ دل امیر رو شکوندم. حالا امروز بشینم پیش خودم آل دی بگم چقدر بد شد دل امیر رو شکوندم، چقدر من آدم بدیم، چه حرفی بود من زدم، بشینم توی غم خودم. That's not Kabbalah. لحظه ای که بدونم من به امیر حرف رو بدی زدم، immediately بیام حلش کنم. برای خودم بگم اول که first I'm gonna learn from this و second connect کنم به امیر و حلش کنم و دلش در بیارم. نگذرم اون نگتیویتی پرورش پیدا بکنه، نه در وجود امیر، نه در کانشسنس خودم. نه این چیزی نه که کسی عذیت کنه، ولی کلن راو که من عوض کرد That happens too. دلیل این که کانسپت why bad things happen to good people، چرا اتفاقای بد برای آدمای خوب پیش میاد رو انتخاب کردم، به خاطر که در چپتر میشباتیم میبینیم که خدا میگه a hand for a hand، tooth for a tooth، eye for an eye، نمیدونم همه چیز در مقابل هر چیزی. که یه بار یه خانمی از من سوال کردن، امیدوارم که اینجا باشن توی کلیسا که اینو راجبش صحبت بکنیم که یعنی چی هند فور ان هند، دست در مقابل دست، چش در مقابل چش. اینم بارها توضیح دادم، میبخشید برای کسانی که شنیدن. یه نفر یه بابایی میره پیش بلشمتوف، میگه که جناب راو تو این دنیا جاستیس وجود نداره، عدالت وجود نداره، سر آدمای خوب اتفاقای بد پیش میاد، سر آدمای بد اتفاقای خوب پیش میاد، یکی که به نظر ظالم و بده همه چیز داره، همه چیزش به رفع مراده، اون بیچاره‌ای که نداره و مهربونه هر روز براش بدتر میشه. یا بارها شده که خیلی هم میان پیش من میگن آقا از زمین و آسمون داره میباره، این بود و این شد و این شد و این شد و این شد و من تمام عمرم خوب بودم و کمک کردم و این چه اتفاقی بود برای پیشون. یه چیز دیگری هم که دلم میخواد قبل از اینکه برسیم به بلشمتوف، جوابی که بلشمتوف میده، اکسپریانسی که من با رابای برد داشتم، چیزی که ایشون در آغاز استادی من با ایشون یه بار داستانی رو تعریف کردن که من for a while درک نمی کردم. گفتن که یه بار رابای برگ با استادش رابای براین وین وقتی که توی اورشلیم بودن سالهای 1960، یکی از بزرگترین رباهای یروشلیم، چیف ربای یروشلیم، شدید مریض میشه، دور از جون، سرطان خیلی خیلی بدی میگیره، به درد میفته، توی رخت خواب بوده و اینها میرن دیدن این ربای بزرگ یروشلیم. بعد وقتی که میرن دیدن ایشون، این ربای بزرگ یروشلیم رو میکنه به رابای براندوین و رابای برگ میگه که تمام عمرم تورا خوندم، تمام عمرم استادی کردم، کوشر نگه داشتم، شبات نگه داشتم، میسوا کردم، مهربونی کردم، ببین چه به سرم اومد، ببین به چه حالی افتادم، ببین به چه مریضی افتادم، ببین چه دردی دارم میکشم، تو زندگیم به یک نفر بدی نکردم، زورم به هیچکی نرسید، شبات نگه داشتم، موعدیمو نگه داشتم، زبون خوب گذاشتم، فقط میسوا کردم، ولی ببین چه به سرم اومده. و بعد وقتی که رابای برگ و رابای براندوین از رخت خواب این صدیق بزرگ دور میشن، رابای براندوین به رابای برگ میگه تمام نوری رو که ایشون گین کرده بود در اون لحظه از دست داد. منو بگین، this is like almost 35 years ago.
پیش خودم گفتم خب بیچاره چی گفته؟ ما که همش همینو میگیم، ما ایرونی ها روز تا شب همینو میگیم، آقا من به این بابا همش خوبی کردم اومد پولم رو خورد، به این محبت کردم خونم رو، انقدر زحمت کشیدم اینجوری سرم رو برد. من هزاران نفر رو دیدم که آدم های خوبی بودن، ناخودآگاه مریض شدن، بعد تو رخت خواب همینجوری میکنن، پس این بیچاره همه چیشون رو از دست دادن. حق کنید بیم تو خماری حال منم باشید. 30 سال پیش بریم سر داستان بلشمتوف. یه بابایی میاد پیش بلشمتوف، دو مرتبه همین رو میگه، میگه جناب راو there is no justice in this world. There is no justice in this world. خوبی بدی میبینه، بدی خوبی میبینه. بلشمتوف میگه که ببین یه آدرسی بهت میدم، یک جایی هست، تو برو بشین و فقط observe کن ببین چه اتفاقی پیش میاد. Make no move، هیچی نگو، کامنتی هم نده، یه آدرسی بهش میده، میگه برو اینجا بشین، درختی هم هست و جوبه آبی هم هست، این شیرازی ها حال میکنن با جوبه آب و درخت، طرف هم چقدر شیرازی بوده، میگم برو بشین صفا کن. این بابا هم میره میشینه زیر درخت و جوبه آبی هم بوده میشینه، میبینه یه نفر اومد، یک نفر اولی اومد با یک اسبی، از اسب پیاده شد، یک خورجینی داشت در آورد، لانچی توش بود، نشست نهارشو خورد، یه چرتی هم زد، بعد سوار اسبش میشه بره، یادش میره که خورجینشو با خودش ببره، کیسهش میمونه اونجا. نفر دومی میرسه، میاد و مثل این بابا اسبشو پارک میکنه، اسب پارک میکردن، اسبشو پارک میکنه، میاد پایین، نهارشو میخوره، میبینه به یه خورجینی اینجا هست، نگاه میکنه این ور اونور، میبینه کسی نیست، صاحبش هم نیست، درش رو وا میکنه ببینه آیدی شماره تلفن هیچ چیزی توش نیست، میبینه او این خورجین پر از پوله، صبر میکنه ربع ساعت نیم ساعت، کسی نمیاد، کیسه پول رو ور میداره میره. نفر سومی میرسه، همین برنامه است، اسب پیاده میشه دیگه، خورجین مرجینی هم نبوده، کیسه هم نبوده، شروع میکنه غذاشو خوردن، استراحت کردن. نفر اول بعد از یه مدتی که میره یه دفعه میبینه که کیسهشو جا گذاشته، برمیگرده میبینه این نفر سوم نشسته داره نهار میخوره، میگه آقا این کیسه ما کو اینجا بود؟ میگه کدوم کیسه؟ میگه من نیم ساعت پیش اینجا بودم، نهار خوردم، کیسه‌مو جا گذاشتم، پیش که اینجا نبود، کیسه منو برداشتی. میگه بالا ما خبری نداریم. میگه چرا برداشتی؟ میگه نه، دعواشون میشه، نفر اولی نفر سومی رو حسابی کتک میزن، روز تموم میشه. این شاگرده برمیگره پیش بلشمتوف، میگه چی گفتم جناب؟ تو این دنیا جاستیس نیست. نفر اول کیفش رو جا گذاشت، نفر دوم کیف رو برد، نفر سوم هیچ کاری نکرده بود، یک کتک مفصلی هم خورد. Where is the justice? بخشم تو بهش میگه که ببین این سه نفر تو زندگی قبل با هم یه رابطه داشتن، نفر اولی پول نفر دومی رو خورده بود، دزدیده بود ازش، این پوله باید به این بر میگشت، این یادش رفت بذاره، نفر دوم اومد پوله رو برد. میگه خب این نفر سومی چرا کتک خورد؟ میگه این نفر سومی هم جاج بود، برایب شده بود که چیزی نگه، باید کتک رو میخورد. چند تا نتیجه خیلی شیرین میخوام بگیرم. یکی این که هیچ کس نمیتونه پولتون رو بخوره. پوله اگر مال شما بوده بهتون برمیگرده، هیچ کس نمیتونه حقتون رو بخوره، بهتون برمیگرده. اگه خدای نکرده کسی خونتون رو ریخت، با افتخار جاش گرفته میشه، با احترام جاش گرفته میشه، کسی نمیتونه خونتون رو بریزه. It comes back. اشکال سر چیه؟ اشکال اینه که ما تصویر بزرگ رو نمیبینیم. اشکال اینه که من صفحه 202 رو میخونم، خیال میکنم داستان همینه.
شهرزاد چند قسمت داره؟ 24 تا 13 تا 18 تا دیگه هم مونده. میگن تا آخرش معلوم نمیشه که چی میشه. پس من نمیتونم فصل 12 شهرزاد بیام بگم شهرزاد دختر خوبی بود یا بدی بود. چون هنوز داستان رو نمیدونم. پیج قبل رو نمیدونم، پیج بعدی رو نمیدونم. ولی وقتی که کانکشنم با خداست، با کتره، میدونم حافظ من اونه و من اگر کار درست انجام بدم، اگر من ایمانم به خدا باشه، چه صفحه اول باشم، چه صفحه بیستم باشم، چه اپیزود اول باشم، چه اپیزود آخر، وقتی که امونا دارم و سرتنتی دارم، میدونم که نگهدارمه، مواظبمه، هیچی از دست نمیدم و اگر چیزی هم سرم اومده، بدهکاری داشتم، باید بدهکاری رو میدادم و خوشحال باشم که بدهکاری رو دادم. من شما وقتی که یک لونی داریم، پرداخت لونه سخته. پولی بارو کردید از بانک، ماهونه باید بدید با بهره، سخته. ولی وقتی که میدید، you feel good. رابای برگ به هر نوع بیماری خدای نکرده میگفت cleanliness. میگفتم جناب رابی این بیچاره شدیدن مریضه، گفت cleanliness یعنی داره پاک میشه، یه بدهکاری داره میده. یه چیزی که پرسونالی با هاتون شیر کنم، یه چیزی رو من، یه چیزی که خیلی اذیتم میکرد از بچگی این بود که خدای نکرده میومدن یه تهمت ناروایی میزدن، میگفتن تو این کارو کردی. من پیش خودم میگفتم نکردم. I never did this. چرا به من میگفتن؟ و من خیلی ناراحت میشدم. خیلی ناراحت میشدم. خودم خوب میدونستم. همیشه خودم خوب میدونستم. خیال میکردم آدم خوبیم، مهربونیم. به کسی اذیت نکردم. سعی میکردم به کسی اذیت نکنم. و بعد وقتی که همچین سیچویشن هایی پیش میومد، تا قبل از قبلا، دنیا رو عادل نمیدونستم. دلم میسوخت برای خودم. احساس ویکتم بهم دست میداد. احساس قربانی بهم دست میداد. میگفتم بچه آخرم اینجوری سرم اومده. جویشم تو ایرانم اینجوری سرم اومده. اقلیتم اینجوری سرم اومده. ضعیفم اینجوری شدم. و دلم میسوخت برای خودم. بعد تازه این دل سوختنه به آدم یه لذت احمقانه هم میده. یعنی درده دوا نمیشه. تازه ویکتم کانشسنس استرونگتر هم میشه. بیشتر هم دیده تو حال خودتون میسوزه، بدتر هم میشه. درده بیشتر هم میشه. بعد یه روزی به خودم فکر کردم شاید تو قضاوت بد کردی. که کردم. شاید من سر اینا همچی کاری بردم. شاید این کسانی که اومدن به من تهمت زدن، من زندگی قبلی سرشون رو بردم. شاید ندونسته یک کاری رو کردم. توی تورا میگه حتی وقتی که یک چی بهش میگن؟ نه این چیزایی که داسی که آره چوبا رو کات میکنن. تبر. اگر کسی اومد توی یه جنگل تبر زد و این آهن از چوب در اومد، خورد تو سر یه بیچاره‌ای، It's not an accident. It had to happen. برای کرک شدن یا کلنز شدن یه سیچویشنی. هر وقت کسی خونم رو میریزه، It's not easy. میدونم سخته. به خودم میگم Thank you. یه پیمنتی دادم. نه اینکه بگم بمیرم برای خودم. چه آدمی بدی بود، انگشته بره همه جا، دلم برای خودم هم بسوزه، بشم بچه چی میگم، یادا نمیخوام متافور دیگه استفاده بکنم. Versus responsibility ما قبول میکنم. It's about accepting responsibility. Accepting responsibility. ببخشید، پس موقعی که دولت ایران تمام دارایی خانواده رو مصادره میکنه،
این در واقع دولت نبوده، خدا مصادره کرده. Absolutely. Absolutely. یه چیز دیگه واسه تو تعریف کنم. یه داستانه، امشب همش داستانه. یکی از داستانهای بلشمتوف. میگن یه روزی، میدونسته که بلشمتوف چه کار میکرده، چجور میرفته مسافرت؟ اول که یه چیز داشته، یه گالسکه داشته. بعد راننده یه گالسکه، راننده یا اون درشکچیش برعکس نشسته. نه اینکه بدونه کجا میره. اسبه اینا رو میبرده هر جا باید برن. یه روزی حرکت میکنه، داستانه ولی it's a very very powerful story behind it. درس behind it. یه روزی سوار اسب میشن و اسب شروع میکنه حرکت کردن. میرن در یه خونه ای توی جای فقیری استاپ میکنن. مرد و زنی بودن، زندگی خیلی خیلی محقرانه ای. یه دونه یک گاوی هم دارن و هر روز شیر گاوه رو میدوشیدن و صبحونه درست میکردن و یک مرغ و خروسی هم داشتن و تخم مرغ داشتن. زندگیشون خیلی آسون، خیلی سیمپل رفع و رجوع میشده. اینا شب شبات میرسن خونه این بابا، در میزنن، طرف در رو وا میکنه، میگه واو بلشمتوف اومده با استودنتاش. هفت شام استودنت با خودش میبرده، همیشه بلشمتوف نه نفر رو با خودش میبرده که به هم بشن ده نفر که مینیان داشته باشن. میان خونه این بابا و میان کبالات شبات و چی داری برای غذا و مرد به زنش میگه که برو عزیزم هرچی تخم مرغ و شیر و هرچی هست بیار برای شب شبات. شام میخورن و میگن خب دیگه شب شبات میمونن، فرد صبح صبحونه میخوان. دو مرتبه میرن نگاه میکنن، نونی پنیری از قبل مونده میارن صبحونه میخورن، دوباره ظهر هرچی مونده میخورن. شب سواد شلشی دیگه هرچی توی این خونه تخم مرغ و شیر و نون و همه چی بوده تموم میشه. بعد بلشمتوف چجوری غذا میخورده؟ خیلی بیرحمانه. یعنی ایشون که اصولا خیلی کم غذا بوده، هرچی میذاشتن جلوش اصلا رعایت نمیکرده. چهار تا تخم مرغ اونجاست، سه تاشو ایشون میخورده. شاگردان همه میگن What is he doing؟ این بابا طفلن گناه داره، بیچاره چیزی ندارن بخورن، همه رو میخوره. شبات که برخوا میشه، بلشمتوف میگه که نهار امروز چیزی نبود، این سواد شلشی هم کم بود، چی دیگه داری بخوریم؟ گاوه رو بکشید. یارو مرده میگه که به زنش میگه چاره نداریم، گاوه رو بکشیم، تنها سورس اینکامشون هم همین گاوه بوده. گاوه رو میکشن. بلشمتوف سه چهار روز میمونه تو این خونه تا یه کله پاچه‌ای درست میکنن فردوسیشو، بعدش کبابی درست میکنن و حسابی بلشمتوف هر چی غذا دارن اینا بیشتر از بقیه استودنتاش میخورن. استودنت هم هاج و واج که What is he doing؟ این بیچاره اصلا رحم به اینا نکرد. تموم میشه غذا اینا که تموم میشه، وقتی بلشمتوف میبینه دیگه اینا هیچی ندارن، هیچی ندارن، میگه قربونتون Thank you very much، با دیسایپلاش میرن. چند سالی میگذره، یک روز توی شهری که بلشمتوف بوده توی کیف با استودنتشه، میبینن یک گالسکه خیلی خیلی منبالای اومد، اشرافی، آره اومد. و بعد یه مردی از این گالسکه پیاده شد، اومد طرف بلشمتوف. بلشمتوف شروع کرد صحبت کردن و بوسیدن و بغل کردن. اینا شاگردان میگن This guy looked familiar. این کی بود؟ این همین بابا نبود که این بلشمتوف همه چیزشو خورد؟ و بلشمتوف میگن این همون نبود؟ میگه چرا این همون بود؟ میگه چجوری شد؟ میگه ببین اینا توی کامفورت زونی بودن، اصلا رشد نمیکردن، من باید همه چی اینا رو میگرفتم تا اینا استرایف کنن برای یه زندگی بهتری، برن تلاش بکنن برای یه کار دیگری، چون خدا پلن بهتری براشون گذاشته بود و اگر من اینا رو ازشون نمیگرفتم، اینا هیچ وقت و اون چیزی که حقشون بود نمیرسید. حالا اون کسانی که تو ایرون انقلاب شد همه چیزونو خوردن، ماشاءالله تو لس آنجلس کم کسی نمیاره. و اگر تو ایران کسی میتونست میلیونر بشه، تو آمریکا میتونی بیلیونر شی. پس انقلاب و
انسان کرد. نه. انقلاب و خدا کرد. انقلاب و خدا کرد. چرا؟ برای رشد ما. شما میدونید اگر ما نیومده بودیم لس آنجلس شاید درس کبالا هیچ وقت به ایران نمی‌رسید. شما میدونید تا 3 سال پیش که من رفتم ایران هیچ کدوم از زهرا از تو جلدشون در نیاورده بودن؟ بازش نکرده بودن با اینکه بزرگترین معجزه رو نسبت به زهر دیدن در ایران. میدونید که ربای برک حدود 15 سال پیش حدود 100 زهر فرستاد ایران، فرستاد تهران از طریق آلمان، چون از طریق ایران نمیشد، از طریق آمریکا نمیشد. این زهرها رسید به گمرک تهران. نمیدونم کیا این داستانو میدونن. بله خدا رو شکر همه چی میدونی. نه هیچ نمیدونم من، ولی شنیدم این زهرها رسید گمرک تهران. این زهرها رسید گمرک تهران. بعد این جمهوری اسلامی هم نگاه کردن، یکی رو آوردن گفتن آقا این کتابا چیه؟ طرف اومد دید آرامیه که نمیفهمن، گفت نمیدونم. گفتن اینا حتما کتابای جاسوسیه. چیه اینا؟ این که تورات که نیست. گفتن نه این تورات نیست. گفتن این چیه؟ گفت والا زبان آرامیه که نمیفهمم. گفتن این حتما رمز و سیکرته. زهرا رو نگه داشتن اونجا، دستش نزدن، مون توی گمرک هفشما. گمرک آتش گرفت. گمرک تهران آتش گرفت. تمام بیلدینگ گمرک سوخت غیر از اتاقی که زهرا توش بود. انتاچت، دست نخورد. دست نخورد. بعد وقتی که این مسئولین گمرک تهران اومدن دیدن این زهرا دست نخورده، فریک زدن، زنگ زدن به کلیساهای تهران، گفتن بیاید این زهرا رو ببرید. و مردم اومدن از تمام کلیساهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، شیراز اومدن زهرا رو بردن. بعد همه میدونستن خوبه. من وقتی که رفتم شیراز و تهران دیدم تو تمام کلیساهای زهرا رو گذاشتن، ولی همش تو جلده. اصلا بازش نکرده بودن. که خب خوشبختانه باز شد، دارن میخونن. اتفاق خیلی قشنگی که افتاد، من وقتی که اونجا بودم موقع چیز بود، لک به عمر بود، تولد ربی شمعون بر یوحای. و بعد من بهشون گفتم که ما در لس آنجلس، در اسرائیل، مخصوصا در صفات، شب تولد ربی شمعون بر یوحای همه شب تا صبح سلبریت میکنن، جشن میگیرن. تو شیراز حدود 4000 برخای ایرانی هست، اسرائیل هست. شب لک به عمر اون سال در شیراز 2000 نفر، 2000 نفر لباس سفید پوشیدن، تمام زهرا رو کپی کردن، پخش کردن میونه همه، موزیک آوردن. شیرازی هم دیگه باحالن. موزیک آوردن تمام شب لک به عمر تا صبح زهر سکن کردن، شعر خوندن و تولد ربی شمعون رو جشن گرفتن. شاید یکی از دلایلی که انقلاب شد باید این زهرا میرسید ایران. چون میدونیم که کابالیستا عقیده دارن یکی از دلایلی که در جنگ جهانی دوم هیچ اتفاقی برای مراکش پیش نیومد این بود که بسیاری از مقبولین در مراکش بودن و زهر استفاده میکردن. و لشکر نازی ها وقتی که رسیدن به موراکو سمهاو تصمیم گرفتن که وارد مراکش نشن، بایپاس کردن و هیچ اتفاقی برای اسرائیلی موراکو پیش نیومد. پس هر اتفاقی میفته، خلاصه کنیم، is directed by God, is produced by God. یه تهیه کننده داره، یه کارگردان داره، اونم خداست. از هنرمندهای مختلف استفاده میکنه توی زندگیمون، فقط و فقط که به ما کمک کنه. و وقتی که من این ریالیزیشن رو داشته باشم که بدونم دکتری که منو خوب کرد دکتر نبود که منو خوب کرد، خدا بود که از دکتر استفاده کرد منو خوب کرد. این بیزنس دیلر نبود که من موفق شدم، خدا بود که این بیزنس دیل رو اوورد توی زندگی من و من موفق شدم. و اون کسی که سمها به من یک سیخی میزنه، زخمی میزنه، خدا هست که میخواد منو بیدار کنه که من روی خودم کار کنم،
که بدونم چطور بفهمم که چرا زخم شدم و چطور مووان کنم، یاد بگیرم که زخم نشم یا بسازم، بدونم که شاید من کسی رو زخم کردم.